اینو برمیگردنیم، یه کوچولو اون برش بپزه کافیه و پنیر رو میذاریم روش خیلی خوشگل آب بشه. بچه من برای تاپینگ برگر دارم از گوشت چرخ کرده پورک استفاده میکنم، هم از چربیش برای سرخ کردن گوشت برگرمون استفاده بکنم و هم از خودش برای روی برگر که واقعا خوشمزه میشه. اگر پورک دوست ندارید استفاده کنید، حتما از سالامی یا مثلا ژامبون گوشتی کالباسی چیزی استفاده کنید، از اونا به کار ببرید. بچه این گوشته سیزن شده از خودش دیگه، لازم نیست دیگه بهش سیزنینگ و نمک فلفل بزنیم، ولی به گوشت چرخ کردمون برای برگرمون میزنیم، به گوشت گاومون میزنیم. فقط نمک و فلفل سیاه قبل از پخت. به این حالت بچه این برش هم نمک بزنید، نمک فلفل، و اگر این یه مقدار بیشتر از این سرخ شد هیچ اشکالی نداره، گوشت پورک باید کامل سرخ بشه. گوشت چرخ کرده پورک برای گوشت چرخ کرده گاو میتونه میدیوم هم سرخ بشه. توجه کنین هرچی ما بیشتر این رنگای قهوه‌ای رو روی این حالت قهوه‌ای طلایی روی برگر داشته باشیم، مثل این که بهش میگن کراس، برگرمون خیلی خوشمزه تر میشه، کلن گوشتمون همیشه خوشمزه تر میشه وقتی اینو روش باشه. گوشت پورکمون هم نمیخوایم دیگه زیاد سیاه بشه، به همین حالت که در اومد برمیگردونیم و یه پنیر میذاریم روش، میذاریمش کنار تا این سرخ بشه. بقیه رو بهتون بگم. خب اینو برمیگردنیم، یه کوچولو اون برش بپزه کافیه و پنیر رو میذاریم روش خیلی خوشگل آب بشه. بچه اینو در میاریم میذاریم کنار رو، میخواییم تخم مرغ رو توش تو این سرخ کنیم به مدت یه دقیقه. توی همون روغن برگر تخم مرغ رو سرخ میکنیم. من چون سفیدش رو زیاد دوست ندارم خام باشه، اینا رو وا میکنم. توجه کنید که حرارت ماهیتابتون کجاست، اونجا سرخ کنید داستانه. اون بر حرارت نداشت ولی اون بر حرارت داره. خب همه چیمون تقریبا آماده است. این تخم مرغ رو میذاریم روی این برگر و یک حرکتی میکنیم، روغن اینو خالی میکنیم. کار دارم باش. روغنشو که خالی کردیم این جوس برگر رو برمیگردونیم و نون برگرمونو میزنیم بهش. حرارتتون خیلی باید کنترل شده باشه وگرنه سیاه میشه. نگاه کنید این خوبه، اگه یه ذره از این سیاه تر باشه یه سری چیزایی توی مایتابه یا قابلمه دیگه قابل خوردن نیست.
خب بعد از این الان بهتون نشون میدم چی میشه. بعد از این نونتون رو بندازین تو توستر رو بذارید یه دقیقه و نیم توست بشه. به خوبی خوشگلی توست شد. بچه به دو طرف نون یه مقدار مایونز میزنیم. یه مقدار زیاد البته من دوست دارم مایونز. این طرف هم مایونز. این طرف هم سس خردل. قابل استفاده. یه مقدار کچاپ. و بعدش برگرمون رو میریزیم اینجا. البته گوشت پرکمون رو اول بذاریم بعد برگرمون بذاریم که نتره که اون تخم مرغ و داستان. اینم از این. پیازا رو میپیچینیم روی این. البته گوشت پرکمون رو اول میذاریم بعد برگرمون رو میذاریم روش که نترک. اینم از این. برو بریم. خب بچه این برگر خیلی کثیف کاری داره پس آماده باشید برای کثیف کاری و یه خیارشور چیزی باش سرو کنین که طعم ترکید تخم مرغ چقدر خوب. واقعا چیز باحالی شده. حتما دورش چیزی بپیچید که نریزه.